سلام خدمت دوستان و بینندگان عزیزم. امیدوارم که تمام لحظات زندگیتون توأم با شادی و خوشی باشه. امروز تصمیم گرفتم قیمنثار شهر قزوین رو بهتون آموزش بدم. میدونم که اکثر ملت ایران این غذا رو دوست دارن و یه غذای مجلسی اصیل و سنتی شهر قزوینه. پس بریم با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع کنیم. مواد لازم برای تهیه قیمنثار قزوین: گوشت قرمز، فرقی نداره، هم میتونید از گوشت گوساله استفاده کنید و هم از گوشت گوسفندی. برای هر نفر 100 الی 120 گرم. من برای 4 نفر دارم غذا تهیه میکنم، پس 400 گرم گوشت قرمز که من اونو به قطعات 2 سانتی خرد کردم. خلال پسته 100 گرم، خلال بادام 100 گرم، زرشک 100 گرم، خلال پوست پرتقال 100 گرم، پیاز داغ 3 الی 4 قاشق غذاخوری، پیاز نگینی خرد شده 1 عدد بزرگ، روب گوجه فرنگی 2 قاشق غذاخوری، گلاب 1/2 پیمانه، زعفران غلیظ دم شده به میزان لازم، زردچوبه 1 قاشق مرباخوری، فلفل سیاه 1 قاشق چایخوری، دارچین 1 قاشق مرباخوری، پودر هل سبز 1 قاشق مرباخوری، نمک به میزان لازم، برنج 4 پیمانه که من شستم و 1 ساعت قبل گذاشتم خیس بخوره. میتونید هم به صورت کته و هم به صورت آبکش برنجتون رو آماده کنید. شکر 2 قاشق سوپخوری که میتونید به دلخواه میزانش رو کم و زیاد کنید. گرد لیمو 1 قاشق چایخوری، تره 50 گرم. خب عزیزان، ابتدا توی 1 ماهیتابه مقداری روغن ریختم، پیازو بهش اضافه کردم و اجازه میدم تا پیازامون 1 مقدار سبک بشه و رنگش تقریبا عسلی بشه. خب عزیزان، تا پیازامون داره آماده میشه، توی 1 ظرفی 1 مقدار آب میریزم و خلال پوست پرتقال رو داخلش میریزم. میخوام تلخی خلال پوست پرتقال رو کاملا بگیرم. همونطور که دیدید میخوام تلخی پوست پرتقال رو بگیرم. توی 1 ظرفی مقداری آب میریزم، خلال پوست پرتقال رو داخلش میریزم و اجازه میدم به جوش بیاد. همین که جوشید داخل آبکش میریزم و روش آب سرد میریزم. دوباره این کار رو 3 بار تکرار میکنم تا کاملا تلخی خلال پوست پرتقالمون گرفته بشه. حالا اجازه میدم تا آب به جوش بیاد. خب عزیزان، همونطور که میبینید آب شروع به جوشیدن کرد. میبرم خلال پوست پرتقالمون رو بریزم داخل آبکش. فوری آب سرد روش بگیرید. دوباره برگردونید توی همون ظرف قبلی. روش 1 مقدار آب بریزید و دوباره بذارید رو حرارت تا به جوش بیاد. این عمل رو 3 بار انجام میدید تا تلخی پوست پرتقال کاملا گرفته بشه. خب عزیزان، تلخی پوست پرتقال رو تو 3 مرحله گرفتم. حالا پوست پرتقال رو برگردوندم داخل همون ظرفی که جوشونده بودم. به اندازه 1/2 استکان آب بهش اضافه میکنم. 1 قاشق سوپخوری شکر بهش اضافه میکنم.
یک مقدارم کره بهش اضافه میکنم، خیلی کم. کره باعث میشه تا خلال پوست پرتقالمون شفاف بشه. حالا اجازه میدم تا 3-4 دقیقه روی حرارت بمونه و آبش تقریبا گرفته بشه و خلالامون شیرین بشه. خب عزیزان، یه سری بزنیم به خلال پوست پرتقالمون. ببینید چه رنگ عسلی قشنگی به خودش گرفته. من یه دونش رو بردارم به این شکل و مقدار شکرش هم میتونید کم و زیاد کنید. من شکرش رو کم زدم، شما میتونید 2 قاشق سوپ کری هم استفاده کنید. واقعا خوشمزه است. حالا زیرش رو خاموش میکنم و کنار میذارم. زرشکا رو پاک میکنیم، میشوریم و نیم ساعت میذاریم خیس بخوره تا هر چی سنگریزه داره ازش خارج بشه. خب عزیزان، مایتابه رو دوباره روی حرارت میذارم، زرشک رو داخلش میریزم، شکر رو اضافه میکنم، 1 قاشق غذاخوری گلاب، 1 مقدار زعفرون، 25 گرم هم کره رو که داشتیم بهش اضافه میکنم. حدود 3-4 دقیقه رو حرارت ملایم زرشکمون رو تفت میدیم. خب عزیزان، حدود 3 دقیقه است که زرشک ما روی حرارته و همین مقدار کافیه. بادوما رو پاک میکنیم، میشوریم، توی آبکش میریزیم و داخل ظرف میذاریم و توی گلاب به مدت نیم ساعت خیس میکنیم. دوباره ماهیتابه رو روی حرارت میذارم. خلال بادومی رو که توی گلاب خیس کردم و داخل آبکش ریختم به ماهیتابه اضافه میکنم. حالا با یه مقدار خیلی کم، اندازه 1 قاشق مرباخوری کره، خلال بادوممون رو تفت میدم تا شفاف بشه. شما میتونید توی همین ظرف خلال پستتون هم تفت بدید، ولی چون من میخوام برای تزیین جداگانه اینا رو روی برنجم تزیین کنم، ترجیح دادم که خلال پسته و بادومم رو جداگانه تفت بدم. در حد 1 دقیقه که تفت بدید کافیه. در همین حد که تفت بدید کافیه. زیرش رو خاموش میکنیم. حالا میریم سراغ خلال پسته. خب عزیزان، خلال پسترم به همون شکل، فقط من خلال پستم چون تازه است خیسش نکردم. داره خیلی کم کره بهش اضافه میکنم و به اندازه 1 دقیقه به این شکل تفتش میدم تا مغز خلال مغز پستمون براق بشه. زیر گازو خاموش میکنم. خب عزیزان، پیازای ما در این حد که تفت خورد و یک مقدار رنگش تغییر کرد، گوشتی رو که داشتیم بهش اضافه میکنیم. زیر حرارت رو زیاد میکنیم تا گوشتامون آب نندازه و مرتب هم میزنیم تا کاملا رنگش تغییر کنیم. وقتی گوشتامون در این حد تفت خورد،
زردچوبه، فلفل سیاه، حالا حرارت رو کم میکنیم، یک کف کوچیک میدیم، رب رو اضافه میکنیم، رب هم اضافه کردم، یه مقدار تفت میدم تا رنگ ربمون باز بشه. خب عزیزان، روب رنگ خودش رو پس داد همونطور که میبینید. حالا تو این مرحله یه لیوان آب گرم روی گوشتا میریزم، یه مقدار اندازه یه قاشق گلابمون رو بهش اضافه میکنم، یه مقدار کم زعفرون اضافه میکنم. حالا در ظرف رو میذارم و اجازه میدم تا گوشتامون کاملا بپزه. نباید زیاد آب داشته باشه. خب عزیزان، حدود 45 دقیقه گذشته، رنگ چه قشنگ شده. حالا توی این مرحله دارچین، هل، نمک، گرد لیمو یا پودر لیمو رو اضافه میکنیم. حالا بقیه گلابی رو که داشتیم اضافه میکنیم. پیاز داغایی رم که داشتیم اضافه میکنیم. دو دقیقه دیگه اجازه میدیم رو حرارت بمونه و غذامون آماده سرو. نوبت سرو غذامون شد. به نظر من بهترین قسمت آشپزی تزیین غذاست. خب میریم ابتدا یک مقدار از برنجی رو که داریم داخل یک ظرف میریزیم که میخواییم زعفرونیش کنیم. زعفرون رو به برنجمون اضافه میکنیم. یک مقدار من کره رو آب کردم. حالا کاملا زعفرون رو با برنج مخلوط میکنی. من یه مقدار دیگه هم بریزم، میخوام برنجم کاملا زعفرونی بشه. میخوام برنجم رو داخل این دیس بکشم. برنج سفیدی رو که داشتیم کاملا داخل دیس میکشیم. کاملا پخش کنی به یک اندازه. حالا وسطش رو یک مقدار باز میکنی. وسط برنج رو کاملا باز کنی مثل یه دایره. حالا خورشتمون رو داخل این دایره میریزیم.
حالا با برنج زعفرونی که داشتیم تمام روی برنج سادمونو میپوشونیم. تمام قسمت ها رو وقتی پوشوندی حالا میریم سر تزئینش. خلال پوست پرتقالی رو که شیرین کرده بودیم یک مقدار از همدیگه باز میکنیم. من با دست این کار رو میکنم، به این شکل دوره خورشت قیمه رو با این میپوشونیم. حالا یه مقدار خلال پسته روی گوشتمون میریزیم، یه مقدارم زرشک. کم کم این کارو کنید، یه حالت دوندون باشه، زیاد پر نکنید روشو. حالا من قنچه های گل محمدی دارم، چند تا به این شکل لابلاش میزنم تا برنجمون نمای زیباتری پیدا کنه. حالا من با زرشک به این شکل ما بین اینا را همینطور زرشک بزنی. حالا وسطاشونو بادوم و پسته میذاریم به این شکل. یه یکی در میون خلال پسته و بادوم پر میکنیم. خب عزیزان، تزیین قیمه نثار ما تموم شد و من اونو تقدیم میکنم به شما بینندگان عزیز. خب دوستای گلم، غذای ما آماده شد، قیمه نثار قزوین. من اینو تقدیم میکنم به همه هموطنای عزیزم. در ضمن میخواستم یه مژده بهتون بدم که برای ایام عید میخوام تمام شیرینی های خونگی قزوینو بهتون آموزش بدم. امیدوارم که این برنامه‌مونم مورد توجه شما دوستای خوبم قرار گرفته باشه. تا یه برنامه دیگه، شما عزیزانم رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.